حمله پهپاد کامیکازه اوکراین به کارخانه تولید جنگنده در روسیه. در نتیجه حمله به یک کارخانه هوانوردی در روسیه توسط پهپاد کامیکازه اوکراینی، فعالیت این کارخانه دچار اختلال شده است. این کارخانه در اسمولنسک روسیه روز اول اکتبر توسط پهپاد کامیکازه اوکراینی هدف قرار گرفت. این کارخانه محل تولید هواپیما و موشک‌های KH-59 است. بر اساس داده‌های تایید شده، سه پهپاد از چهار پهپاد اوکراینی به هدف برخورد کرده و باعث آسیب جدی به کارخانه شدند. موشک KH-59 جزو کلاس هوابسط و با برد بیش از 280 کیلومتر است که یکی از همان موشک‌هایی است که نیروی هوابرد روسیه اغلب برای هدف قرار دادن اهدافی در اوکراین از آنها استفاده می‌کند. توقف کمک آمریکا به اوکراین حکم مرگ تایوان است. سناتور سرشناس آمریکایی گفت که واشنگتن نگران تکرار تاریخ افغانستان در اوکراین است. او خطاب به ترامپ و دیگر سیاستمداران گفت که اگر ما کمک را به روی اوکراین قطع کنیم، 10 برابر بدتر از افغانستان خواهد بود. به گفته او، توقف کمک مالی به اوکراین به معنای حکم مرگ تایوان هم میباشد. لینسی گراهام، سناتور سرشناس جمهوری‌خواه آمریکایی، در مصاحبه با برنامه رو در رو با ملت در شبکه CBS گفت: خطاب به کسانی که میگویند ما باید به اوکراین کمک کنیم، میگویم که حق با شماست. خطاب به کسانی که میگویند ما باید کمک مالی برای تدابیر مرزی خودمان اختصاص دهیم و نه اوکراین، میگویم که شما اشتباه میکنید. گراهام گفت: ما حتی یک سرباز را در جنگ اوکراین از دست ندادیم و کمتر از 5% از بودجه نظامی خود را خرج کرده ایم. 50% ارتش روسیه توسط اوکراینی ها نابود شده است. بنابراین اگر دولت واشنگتن اینقدر کند عمل نمی کرد و زودتر به آنها سلاح می داد، آنها الان در کریمه بودند. این سناتور آمریکایی افزود: خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و دیگران میگویم که بزرگترین اشتباهی که ما از زمان جنگ علیه ترور انجام دادیم خروج از افغانستان بود. اگر ما جلوی کمک به اوکراین را بگیریم، این 10 برابر بدتر از افغانستان میشود. ما بحث تایوان را هم داریم. توقف کمک مالی به اوکراین در واقع حکم مرگ تایوان است. این سیاستمدار جمهوری خواه به CBS گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به کار خود ادامه خواهد داد. اگر می‌دانید پایان این ماجرا چگونه است، در واقع شما هیچ چیز از جنگ جهانی دوم متوجه نشدید. خطاب به آن جمهوری خواهانی که میگویند مسئله اوکراین به ما ارتباطی ندارد، میگویم که شما اشتباه میکنید. با احترام عرض میکنم که اشتباه میکنید. این جنگ بزرگتر میشود نه کوچکتر. تایوان هم هست. اگر اوکراین بتواند روسیه را شکست دهد، احتمال اینکه چین به تایوان حمله کند کمتر میشود و پوتین متوقف میشود. شیوه عجیب روسیه برای گمراه کردن موشک‌ها و پهپادهای اوکراین. تصاویر ماهواره‌ای شیوه جالب روس‌ها برای حفاظت از بمب‌افکن‌های استراتژیک توپولف 95 را به نمایش گذاشت. حفاظت از بمب‌افکن‌های استراتژیک غول‌پیکر توپولف 95 SM از کارهای حساس روس‌ها در نبرد با اوکراین است. روسیه در تازه ترین تلاش خود با نقاشی طرح این بمب‌افکن‌ها بر زمین پایگاه هوایی انگلز در پی به خطا انداختن اوکراینی هاست. پایگاه انگلز در گذشته بارها مورد حمله قرار گرفته و با توجه به پیشرفت‌های اوکراین در حملات موشکی و پهپادی، شیوه‌های حفاظتی روسیه نیز تنوع پیدا کرده است. استفاده از ماکت و تومه‌های قلابی شیوه‌ای رایج برای گمراه کردن دشمن است و حالا تصاویر ماهواره‌ای پلنت لبز نشان می‌دهد که آسفالت پایگاه انگلز به تصاویر دو بعدی بمب‌افکن 4 موتور مزین شده است. تومه نقاشی شده کنار یک بمب‌افکن واقعی قرار گرفته است و تمام جزئیات آن را در خود دارد. حتی لاستیک‌هایی که اخیراً برای حفاظت روی هواپیما قرار داده می‌شود، در طراحی هم به چشم می‌خورد. این تومه‌ها چندین هدف را دنبال می‌کنند که فریب ماهواره‌ها و اختلال در حملات احتمالی را می‌توان یکی از آنها برشمرد. البته با توجه به دقت روزافزون تصویربرداری ماهواره‌ای به نظر نمی‌رسد که فریب ماهواره‌ها با نقاشی چندان کارایی داشته باشد. شاید همین نقاشی‌ها با هدف گیج کردن حسگرهای هدفگیری ایستا در تسلیحاتی چون موشک‌های کروز مورد استفاده قرار گیرند. در این مورد هم کارایی نقاشی مورد مناقشه است و نمیتوان روی قابلیت فریبندگی طراحی دو بعدی حساب باز کرد. منبع آمریکایی: پسر پریگوژین فرمانده واگنر شد.
یک اندیشکده پیشروی آمریکایی با استناد بر یک کانال تلگرامی نزدیک به گروه واگنر اعلام کرد پسر یفگنی پریگوژین رئیس سابق گروه واگنر فرماندهی این گروه را بر عهده گرفته است. روزنامه تلگراف به نقل از اندیشکده مطالعه جنگ گفت که پاول پریگوژین 25 ساله در حال مذاکره با گارد ملی روسیه بر سر پیوستن مجدد واگنر به جنگ اوکراین است. پس از مرگ یفگنی پریگوژین هیچ رهبر واحد مشخصی وجود نداشته و عناصر اصلی گروه واگنر در چندین کشور از جمله بلاروس، جمهوری آفریقای مرکزی، لیبی و مالی تقسیم شدند. این اتفاق پس از آن صورت گرفته که برخی از عوامل گروه واگنر نسبت به بازگشت به سمت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و یا آندری تروشف کارمند وزارت دفاع این کشور واکنش منفی نشان دادند. این اندیشکده آمریکایی افزود چون این چیزی نشان می‌دهد که برخی کارکنان واگنر مایلند از جایگزینی که به پریگوژین مربوط است حمایت کنند تا شخصی که به کرملین یا آندری تروشف نزدیک است. این اندیشکده آمریکایی افزود چون این چیزی نشان می‌دهد که برخی کارکنان واگنر مایلند از جایگزینی که به پریگوژین مرتبط است حمایت کنند تا شخصی که به کرملین یا آندری تروشف نزدیک است. این در حالی است که یک منبع نظامی اوکراینی چند روز پیش به تلویزیون CNN گفت اکثر نیروهای گروه واگنر به منطقه باخمود در شرق اوکراین بازگشتند. نیروهای واگنر به فرماندهی یفگنی پریگوژین نقش اساسی را در تصرف شهر باخمود در منطقه دونسک اوکراین ایفا کردند. یفگنی پریگوژین ماه گذشته و بر اثر سقوط هواپیمای شخصیش در نزدیکی مسکو کشته شد. یک